پریجوم چر زار و زهیره، دلم از زندگی والله که سیره. به مر هر که هر آزرده کرده، الهی لکک خونی بگیره. اگه داغه اگه سرده پریجو، دل دارم پر از درد پریجو. نگو هیچی که داغ سینم از همی دنیای نامرده پریجو. به نام خدا. سلام، شبتان بخیر. امیدوار هستم که شب زیبایی را آغاز کرده باشین و برنامه امشب را بیننده باشین. برنامه امشب را اختصاص دادیم در رابطه با کتاب و کتاب فروشی. کتاب موضوعی است که این روزا کمرنگتر شده، هم خرید و فروشش هم خانشش متاسفانه در کشور ما کمتر توجه صورت میگیره. جوان ها به خصوص کمتر کتاب میخوانند. برنامه امشب را هم اختصاص دادیم به همین موضوع و مهمانان عزیزی داریم. در قسمت اول برنامه جناب عبدالله مهمنی، فرید سعیدی و غلام فاروق. دعوت میکنم که تشریف بیارن. بفرمایید. سلام، شبتان بخیر. خوب هستین انشاءالله؟ صحتمند؟ خیلی خوش آمدید. سلام. خیلی خوش آمدید. خوب هستین انشاءالله؟ بفرمایید. خیلی خوش آمدین به برنامه امشب. اگر سلام علیکی هست با بیننده ما بفرمایید. به نام یاد خداوند بخشنده مهربان، سلام خدمت شما، خدمت عزیزایی که در تکنیک تشریف دارن و یک سلام خاص و گرم خدمت بیننده های عزیز ما که در داخل و خارج کشور بیننده هست. قربانتان، شما خیلی بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از شما. ضمن عرض سلام خدمت شما و تمام بینندگان عزیز، آرزوی موفقیت به همه شما دارم. انشالله همه دوستانی که ما رو میبینن به کتاب و کتابخانی روی بیارن و اهمیت بدن و ما خوشحال بسازن. بله، تشکر از شما. شما خوش آمدید. سلام خدمت شما رمیزان و همچنان همکاران بخش تکنیک و تمام هموطنان عزیز ما که در هر گوشه و کنار دنیا بیننده برنامه امشب هستن. سلامت باشین. خیلی تشکر از اینکه دعوت ما رو قبول کردین و امشب مهمان برنامه امشب ما هستین. موضوعی را که امشب انتخاب کردیم در رابطه با کتاب فروشی هست و با شما عزیزان باید بگویم که مهمانان عزیزی که در کنار ما هست امشب گروه فرهنگی است که در ولایت هرات فعالیت دارند، کتاب میفروشند، کارهای بسیار جالبه کردند که در لابلای صحبت‌ها حتما یادآور خواهد شدیم. آمدن به کابل، خیلی خوش آمدین در ابتدا به کابل و عزیز به ما بگوین که فعالیت‌هایتون در کابل چطور است؟ راضی هستین از کتاب فروشیتان در کابل یا نی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ما اولا خدمت شما عرض کنم که این سفر ما یا این حرکت ما بین ولایتی هسته به مناسبت هفته کتاب که یک ماه پیش البته در هرات و در ولایت برگزار شد. ما از هرات حرکت خود آغاز کردیم. ضمن از اینکه در کابل هستین، ولایت فرا، نیمروز، قندهار، غزنی، هلمند رفتین و فعلا در کابل هستین و از کابل انشاءالله سمت شمال کشور، مشرق، ولایت های مختلف دیگر میرین و پیام رسانی میکنین و در قسمت کابل به شما بگین بسیار عالی و بسیار یک مردم مهمان نوازه، چون نبی حرکت ما از طریق های مختلف پیام رسانی میکنین، از طریق مساجد، داخل تاکسی، پلیس ترافیک میبینین، کسی که کوش رنگ میکنه میبینین، جوانار میبینین، به رستوران ها میرین، شفاخونه ها میرین، تمام بخش ها رو میرین و الحمدلله راضی هستین. الله متعال برکت طولانی، نصیب عمر طولانی، نصیب کل مردم کابل بکنه. سلامت باشین. بسیار زیاد تشکر. خوشحال هستم که حداقل راضی هستین از کابل، از مهمان نوازی ما و از اینکه شما فعالیت هم داشتین، مردم هم استقبال کردن تا حدودی. از لباسی که من به تن دارم، از این واسکت به ما بگوین که یونیفرم مشخص شماست یعنی؟ به خاطر که من زیاد خوشم اومد در ابتدای برنامه هستم تقاضا کردم و تشکر که به من امانت دادین. البته نه، به شما بخشیدیم. قربانتان، سلامت باشین. پیام های بسیار جالب داره و تصاویر بسیار مقبول. این یونیفرم به خاطری که دوستان متوجه بشن یک حرکت فرنگی است و تصاویری که در این واسکت گذاشته شده، این تصاویری که مخصوص هرات است، از آثار باستانی هرات است. بله. و ما هم از شهر علم و فرهنگ هرات حرکت کرده بودیم. یک مشخصه است که آدرس ما از طریق همین واسکت مشخص میشه که ما کجا حرکت کردیم و کارهایی هم که ما میکنیم از طریق همین تصاویر معرفی میشه. بله. و ما به خاطری که نشان بدیم که یک کار، یک حرکت فرهنگی است، از جاهای تاریخی و فرهنگی هرات ما تصاویر گنجانده. خیلی خوب. جدا از تصاویری که هست، در قسمت پشت سرش ما میخوایم به بیننده هام نشان بدم، در قسمت پشت سر یک پیام هم هست. این پیام مخصوص شماست دیگه. بله بله، این پیام به کل مردم افغانستان و به حتی به کل مردم دنیا میشه گفت است. ملت کتاب نمیخواند، باید تاریخ را تکرار کند.
و متاسفانه ما از اون ملت ها هستیم که این شعار خود گذاشتیم که امیدواریم از این به بعد کتاب بخونیم و دیگه تاریخ تکرار نکنه. ملتی که کتاب را نمیخوانن باید تاریخ را دوباره تکرار کنند. بار تکرار. هر اتفاقی که مفته باید دوباره پس تکرار. بله دقیقاً. چقدر خوب است، پیام بسیار خوب بود. چی گپاست، طرفای کابل خوش میگذره؟ بسیار خوش میگذره. کارهایتان چطور میگذره؟ فوق العاده. با وصفی که مشکلات زیاد در کشور ما جریان داره و به این تحولات متاسفانه با او وصف که اوضاع اقتصادی مردم بسیار خراب هست با تمام امی اوصاف باز هم ممنون قدردانی مردم عزیز کشور خود و مدتی هم که در کابل میشه هستیم. قربانتان، سلامت باشین. یعنی اگر پول هم ندارن خیر است، میان یک کتابی که یک کمک اقتصادی تر باشه از شما میخرن، انرژی میبخشن. دقیقا، امیدوار هستم کمی انرژی ها زیادتر شود. کتاب بخرین، کتاب خیر و خوبی کتاب بخرین، کتاب کیمیا بخرین، کتاب جغرافیا، کتاب هندسه، کتاب شعر مختلف، کتاب بسیار مقبول و قشنگ، کتاب فروشی است در کنند. کتاب نخرین. شما مزرات آمدین آبت صاحب؟ یک رقم لحجه ایراتی داشتین، مزرات آمدین؟ ما مزرات اشتانی. تشکر. یارت خوبه، برارت خوبه. شکر. یارت بخیرین، جان شما بخیرین. شکر، اجلا بیتارین. کتاب بخرین، کتاب. نه، وایده کتاب ها بسیار، کتاب های خوبی شام هست، کتاب هایی هست که شیر داره خودش. شیر داره. بخوانم یک شیر شد. یک شیر شد بخوانین خیلی. قلب پاک داری، نفس چرک داری پری جان، لب لب سیرین داری، نان میخوری، نانت با لب سیرین میشه قرط میکنی پری جان. یا مو شعر بود که مد ابتدای برام خوانده بود. خون او بود؟ مو بود. او کتابم دارم، او از او کتابم هست. از فعالیت هایتان در ولایت هرات به ما بگوین که اونجا شما یک مسابقه هم راه اندازی کرده بودین. بله، از اون میخواییم بشنویم. بله، متاسفانه بعد از تحولات اخیر بحث کتاب در همه کشور بخصوص در هرات بله تقریبا استاد شد و فروش کتاب به صفر رسید. ما به خاطر که یک تحول بیایه به کتاب فکر کردیم که چیکار کنیم که دوستان تشویق بشن برای خرید کتاب. ما از طریق کتاب فروشی خود اعلام کردیم که هر کس 100 افغانی کتاب بخره ما به 100,000 افغانی جایزه بدیم به قید قرعه. یعنی یک لگ، یعنی یک لگ افغانی، 100,000 افغانی، 100,000 افغانی، یعنی یک لگ افغانی ما هر کس که برنده بشه ما جایزه میدیم. و این از طریق رسانه ها و بلبورد ها و طریق فضای مجازی همگانی کردیم. یک خوشبختانه استقبال شد، یک عده زیاد باز دوباره آمدن به خاطر این جایزه. وسوسه برانگیز بود که یک لگ افغانی با 100 افغانی بالاخره پول کم برنده شد. ولی ما برنده ما الحمدلله خانم معلم بود، یک خانم معلم بود که به اطراف هرات معلم بود. از مرکز هرات هر روز یک مبلغ زیاد کرایه میداد، میرفت به سر وظیفه. گفت که ما کل معاش خود فقط به سر کرایه مصرف میکردم. خیلی خوب، چند تا تصویر هم داریم. بله، تصاویر از جریان کارهایتان است. ما میخواییم اینجا پخش بکنیم. بله. و شما روش صحبت بکنیم ببینیم که کدام فعالیت بوده. تصویر اولی ما بر خدمت شما عرض میکنم که یکی از دوستای ما از هرات بودن، البته به نام حاجی سیف شعیب جان، یک مهمان خانه دارن در کابل. بله. و یک استقبال بسیار گرمی از ما کردن. مسجد وزیر اکبر خان هست. روز جمعه بود، هماهنگ کردیم، رفتیم و کتب خود چیندیم و یک استقبال گرم سمت مردم بود. یه هم جناب استاد رفعت هستن که استاد پانتون کابل هستن. بله. یه هم داخل دواخانه شهر کابل هست که برای دوستان همه جا توزیع کردیم. همه جا رفتیم. این یک لک است که ما جایزه را دادیم. انمی خانم معلم خانم. بله بله، انمی خانم. نامشون چی است؟ خانم شیرزاد، مرزی شیرزاد. بله بله. معلم هستن. بسیار معلم زحمتکش، معلم ریاضی هم هستن. خب یعنی حساب کتاب رو میفهمن. یعنی باز از این پیسر خوب موتور خریدن. که به اون مسیر میرن و بالاخره. بسیار خوب. درباره کتابام کوتاه به ما بگین، کتابای پرفروش هست که شما فروختین تا حال؟ بله، این کتابایی که مورد سوال قرار گرفته. خب اونم کتاب اول که شما میبینید راجع به پول است، بانک و پول. بله. پول و بانک در افغانستان. بله، این کتاب جناب استاد یوسفی صاحب از اساتید بسیار برجسته افغانستان و هرات هستند و اینا خدا. مدت زیاد کار اقتصادی کردن، این کتاب رو نوشتن. و این کتاب ترجمه جدولی امجوز، یعنی جزء سیوم قرآن کریم است، توسط جناب دکتر صاحب عبدالله خاموش هروید بسیار زیبا ترجمه شده که اگر بچه‌ها به مکتب به مساجد اینو بخونن. بله. حتی عربی هم یاد میگیرن. خیلی خوب. بسیار خوب. کتاب سیرت النبی، این کتاب ترجمه شده توسط دکتر سیف عبدالله خاموش شیروی است که از اساتید بسیار بزرگ افغانستان به زبان فارسی ترجمه شده.
خیلی خوب بسیار علی همه کتابا خوب است. این ترجمه قرآن کریم است به شکل بسیار زیبا و حرفه‌ای که دو ترجمه شده در واقع، یک ترجمه ادبی شده و یک ترجمه جدولی شده که کلمه و کلمه عربی در داخل جدول آمده که کلمه عربی به زیرش فارسی که به صورت مشخص شده کلمه. ماشاءالله این کتابای پرفروش است دیگه. این تفسیر در سایه قرآن ترجمهش توسط استاد سلجوقی از بزرگان و دانشمندان هرات است در 10 جلد و این با هزینه شخصی چاپ کردن و در اختیار ما موندن که ما توضیح کنیم و اگه بتونی پیششون رو برگردن. خیلی خوب. کتاب از جمله شاهکارهای جناب استاد سخا از اساتید بزرگ هرات هستن استاد سخا و شعر میگن و این از شعر اون هست. خیلی تشکر از شما. شب خوش براتون. تشکر شما. سلامت باشید. عزیزان اگر شما هم میخواین ذهن هوشمند، فکر توانمند و زندگی صحتمند داشته باشین، پس انرژی قوی، صحی و نفیس پارتی را از یاد نبرین. همیشه استفاده بکنین و پر انرژی باشین. میان برنامه کوتاه داریم، در ادامه برنامه امشب ادامه داریم. و ادامه برنامه امشب خوش آمدین. خیلی خوشحال هستم از اینکه با ما همراه هستین و تا ساعت 10 میزبان شما هستیم. در این قسمت از برنامه دو مهمان عزیز دارم، بانو هدیه بایانی و خاطره حصار. سلام شبتون بخیر، خیلی خوش آمدین. سلام به شما. اگر سلام علیکی هست با بیننده ما بفرمایید. بسیار زیاد تشکر رو اینجا نک. سلام بر خودت و اکسام خاص با تمام هموطنان عزیزم. امیدوارستم که جور صحتمند و سرحال باشن و انشالله که زندگی خود خوب پیش ببرن. سلامت باشین. شما هم خیلی خوش آمدید. سلامت باشین. سلام خدمت شما و تمام بیننده های تلویزیون. زنده باشین. خیلی خوشحال هستم از اینکه داریمتون در استودیو. بانو هدیه بایانی شخصی است که زیاد کتاب مطالعه میکنه، علاقمند به کتاب است، زیاد مراجعه میکنه به کتابخانه ها، کتاب میخره و میخونه. اما بانو خاطره حصار شخصی هست که نمایشگاه کتاب زیاد برگزار کرده و کتاب فروخته. میخوایم بپرسم که از دو طرف البته که احساسشون چی است وقتی کتاب میفروشه؟ اگر قیمتش بلند باشه این طبیعی است دیگه، در کشور ما معمولا که کتابی که شما میخرین نظر به او چیزی که میفروشین تعاید چندان نمیمونه. میخوایم از شما بپرسم که چطور از کاروبارتان در این شب روز؟ ما قبلا به مناسبت هفته کتاب که اخیر هفته مای سر هفته کتاب است، ما خواستیم یک برنامه نمایشگاه کتاب داشته باشیم، نمایشگاه خیابانی کتاب، که ما در خیرخانه قلعه نجارا برنامه را برگزار کردیم با جمعی از دوستان که برنامه البته ما تخفیف داده بودیم در قیمت کتابای ما. خب. چون وضعیت اقتصادی مردم به همه معلوم است که وضعیت اقتصادی خیلی ضعیف شده، ما خواستیم که یک تخفیف ارائه کنیم بر مردم و نمایشگاه ما بسیار خوب مورد استقبال قرار گرفت و کتابم مردم خریدن، یعنی توقع نمی رفت که مردم بیان کتاب بخرن. هرچند با تغییرات تحولاتی که در افغانستان رخ داده یک کمی خرید و فروش کتاب کم شده، یعنی ما در جریان هستم با دیگه دوستایی که کتاب فروشی دارن و یا که کتاب فروشی آنلاین دارن، من روشن در ارتباط هستم، یعنی خرید کتاب بسیار کم شده. از این خاطر ما خواستیم یک برنامه نمایشگاه خیابانی بگیریم و او را تخفیف، خصوصا برای دخترها تخفیف ما بیشتر بود. خب میایم الان بحث این طرف شروع میکنیم که شما شخصی هستین که کتاب زیاد میخرین، علاقمند کتاب هستین. تا حالا چند تا کتاب خریدی؟ کتابایی که خریدی زیاد قیمتی بوده یا کوشش کردی که هم ارزان ترایش انتخاب کنی؟ خب بعض وقتا خودم میخرم، ولی همیشه پدر جانم با من کتابای من میاره زیادتر. چقدر خوب. و اولین توفیه که از کتاب گرفته بودم یک مامایم بود که من اقدر اول به مطالعه کردن اصلا علاقه نداشتم. باز یک روز استاد ما بود در صنف به خاطر مطالعه کردن زیاد گفت. دیگه من خواستم که یک کتاب مطالعه بکنم، مامایم در مو وقت برای یک کتاب داد و وقتی که ما او کتاب خواندم واقعا اگه باورتون میشه من عاشق کتاب خواندم. چی بود؟ متن کتاب چی بود؟ یعنی در رابطه با چی بود؟ کتاب ملت عشق، یک کتاب که اولین کتاب بود که من خواندم. بسیار زیاد کمتر کسی هست که کتاب ملت عشق را نخونده باشه و لذت نبرده باشه از این کتاب. بله، بسیار زیاد یک کتاب عالی هست. و فکر کنید هر کسی که خوانده در وجودش یک تغییرات بسیار مثبت آمده، یک تغییرات زیاد. نمایشگاه یا کدام برنامه خاصی دارین که بخواین کتابا رو بازم به فروش برسانین؟ یعنی پشیمان شدین کدام وقت شده که از این کتاب فروختن بیخی منصرف شده باشین بگین بیا از این کار بیخی منصرف میشم میگذرم میرم یک کار بار جدید دیگر شروع میکنم؟ خب ما بار اول که نمایشگاه کتاب برگزار کردیم، یعنی ما توقع نداشتم که مردم بیان
کتاب بخرن. استقبال خوب بود. بسیار استقبال بسیار خوب بود. همگی حتی از امی کارگرایی که کوکوکی که دمی کراچی داشتن میامدن که ما میخوایم کتاب بخریم. باز ما به یک تعدادش کتاب رایگان دادیم. خوشبختانه کسایی بودن که اهل کتاب بودن، کتاب دوست بودن، آمدن حتی از خود امارت اسلامی آمدن از ما کتاب خریداری کردن. اما اولین نفری که آمد کتاب بلند کرد از اعضای امارت اسلامی بود. باز بر ما گفتند که ما با زبان فارسی درست بلدیت نداریم، بر ما کتاب پشتو بیارین. باز ما روز بعدش برشد ما برای یکشان تحفه دادم کتاب، گفتم اینم کتاب پشتو، اشعار عمر خیام بود که به زبان پشتو ترجمه شده بود، باز ما رو برشان تحفه دادم. و کتاب بسیار استقبال زیاد مورد استقبال قرار گرفت. بله ما برنامه داریم که انشالله دفعه بعدی هم برنامه را پس همون قدر که مصرف کرده بودین پس دوباره عایدات داشتین. بله و خوشبختانه این برنامه ما یک الگو شد در دیگرها که دیگر دوستای ما در ولایت بدخشان، تخار، ولایت بغلان گرفتن، حتی در خود کابل چند نمایشگاه برگزار شد. این بسیار بر ما یعنی انگیزه بخش بود که ما باید برنامه ما را ادامه بدیم. کتاب گفتی زیاد میخوانی، کتاب از به شکل پی دی اف یا در موبایل زیاد استفاده میکنی یا کتابایی که چاپ شده باشه کدامش خسته میساز زیاد؟ خسته کن نیست با من وقت ما در تیفون ما هست و راحت هستم امروی کتاب خواندن که کتابش پیشم باشه و مطالعه بکنم. ولی بعضی کسا هستن که من دیدم که برد قصه یک دوست ما بکنم، ما باش گفتم که مثلا من کتاب خواندم بسیار مفهوم خوب ازش گرفتم، تو هم میتونی بخونی. گفت من میتونم از روی خودت قبول کنم ولی اصلا امیال کار به زور سر من که من کتاب بخونم اصلا علاقه ندارم. ولی کسی که علاقه نداشته باشه خب نمیخونه. دقیقاً علاقه مندی باید در خود شخص باشه که. ولی من پیشنهاد میکنم برای هر کس که کتاب مطالعه کنه. دقیقاً خیلی خوب است. پس اگر پیسه در جیبت باشه حتما میری به خاطر خرید کتاب دوباره. ولی 100% دلت نمیسوزه که پیسه تا بیتی کتاب بخری؟ زیاد کسا هستن یک چیز را که میخوانن پس پشیمان میشن، ولی کتاب که بگیری اصلا پشیمانی نداره که پیسه تا سرش بودی. بسیار خوب، بسیار خوب. بیشتر کدام کتاب ها را شما میارین که پرفروش باشن، مردم استقبال بکنن؟ کدام نوع کتاب ها را زیاد مردم خوش داره و علاقه داره بخونن؟ کتاب ها فعلا در بین جوانان بیشتر، اما کتاب های رمان بیشتر یعنی مورد توجه جوان هاست. رمان یکمه که قطور تر هم هست. بله رمان ها فرق میکنه، بعض رمان ها کتا هست یعنی حجمشان کم هست، بعضشان حجمش بزرگ است. اما یک بار کادن در می بخش رمان خواندن که عادت کنه باز کتاب ها برش فرق نمیکنه، هر قدر کتاب قطور باشه میتونه برشان آسان است. و در نمایشگاه ما برگزار کردیم بیشتر جوان ها که می آمدن کتاب های فلسفی را میپرسیدن، کتاب های که تاریخی و همچنان کتاب های بیشتر رمان بود. چون نمی در یه آخر بیشتر نویسنده روی رمان کار میکنن دیگه، علاقه مندی جوانان بیشتر بالا رمان است. باز یگان دوستا پیدا میشه که از کتاب به عنوان تابلت خو استفاده میکنن. بله کتاب که واس کنن خلاص دیگه. یک جمله هم هست که میگه کتاب بخونین به خاطر از اینکه شما را بیدار کنن نه اینکه شما بخواب برین. بله مثلا خواب هست همیشه. ما میتونیم وقتی که خواب بکنیم حداقل یک ساعت خواب نکنیم و کتاب مطالعه بکنیم. این خوب است بسیار برای انسان. خیلی خوب. پس خوب است که کتاب بخونیم. خوب است خودت یک سوال میکنیم. خوب چی رقم؟ خب از من سوال میکنی پس تو اینجا بشین موجو بشین. خودت با گفته آبت سر پرسانگر شدی دیگه. من چقدر مطالعه میکنم؟ از دل بگو دیگه. علاقمند هستی به کتاب؟ من کتاب زیاد میخوانم در اوقات فراغت، اما کتابایی که چاپی باشه زیادتر نی، به خاطر که حمل کردنش به من یکمک مشکل است. چون من کارهای یکمک زیاده است نمیتونم همیشه کتاب با خودم حمل کنم که نمیفهم این نکته خوب است یا بد است، دیر نمیدانم. اما در کتاب های آنلاین را در موبایل زیاد میخوانم به شکل پی دی اف. چطور میتونیم تشویق بکنیم هموطنهای ما را که کتاب بیشتر بخرن؟ خب به نظر من از به گفته دوست ما امی برمیگرده به علاقمندی خود یک فرد که به کتاب چقدر علاقمندی داره و ای که کسایی که میخواین به کتاب علاقمند شون، یعنی بس دوستایی که دوست ما مشاوره کردن که کتاب هم میخوانند خوششان میگیره، اینا باید کوشش کنند اول از کتاب های آسان شروع کنند، کتاب هایی که آن فهم است. کتاب های مثلا از قصه شروع کنند یا از رمان هایی که بسیار آسان است. مثلا بعضی نویسنده های افغانستان رمان های بسیار
روان دارن که میتونن بخونن. اینا باعث میشه که اینا رو به مطالعه عادت بدن. مطالعه کردن یک نوع عادت است به نظر من. دقیقاً. وقتی که عادت بکنی مثل که یک چیز تا گم میکنی، وقتی که یک روز مطالعه نکنی، من میتونم یک حس دارم روزی که من مطالعه نکنم فکر میکنم یک کار بسیار مهم من داره که مهم است. باز اینا یک عادت است، برشان عادت میشه، باید مطالعه بکنن و بعد از اینکه عادت به مطالعه کنن خودشان مجبور میشن باید برم کتاب بخرم. یک جمله هم هست میگن که اگر امروز ما به مثل فردا شوه یا فردای ما به مثل امروز شوه زندگی رو باختیم، پس باید دقیقا. کتاب زیاد بخونیم که زندگی مشابه نباشه، یک نواخت نباشه. شیوه های مطالعه کردن هم خیلی کوتاه بر ما بگین کدامش بهتر است؟ بعض اشخاص عادت دارن کتاب آیسته یعنی در دلشان میخوانن، بعضی هم عادت دارن با صدای بلند میخوانن. کدام شکمه که ماندگاریش بیشتر از حافظه؟ هر دو شیوه درست است. بعضی کسا نظر به عادتشون است که فخش میخوانن، یعنی مو پیش خود میخوانن، اما داخل خب در دل انسان بخونی، تو که بلند بخونی خودت هم نمیفهمی که چی بازی همی با صدای بلند خواندن. ما در یک صنف فن بیان داشتیم، استاد ما میگفت که کتاب کوشش کنید که با صدای بلند بخونید، حداقل یک 10 صفحه با صدای بلند بخونید. این همچنان همی یادگیریش برتان آسان میشه، در ذهن میشینید و اینکه صدایتان به گوشتان آشنا میباشه، لرزش صدایتان از بین میره. این هم برای یادگیری کتاب خوب است، هم برای فن بیان بسیار خوب است. و دیگه شیوه مطالعه که به خاطر از اینکه در ذهنشان ماندگار باشه، فقط کتاب نخوانن که خلاص شد تمام شد، فقط یک روحانی نکنن. بعد از این کتاب تمام میشه باید یک یادداشت نشته کنن، برداشتی که از کتاب کردن باید نشته کنن از این کتاب من چی برداشت کردن. و دیگه زیرنویس زیر جملاتی که مثبت است یعنی مهم از زیاد درشان بسیار جذاب بود و خط کشی کنن و او را یادداشت بگیرن. بسیار خوب. اینقدر هم با صدای بلند نخوانن که دیگه باز هم سایه بیان شکایت بکنن که او بیادر از برای خدا هیچ کتاب نخوند. اما صدای در گوش خودت برد بس. بله. تشکر از شما. شب خوش برتان آرزو دارم. تشکر از یک دعوت. تشکر از شما مزید که دعوت کردین. سلامت باشید. زنده باشین. رفت و برگشت کوتاهی داریم. برنامه امشب ادامه داره. This book is very good. Very good book. 30. بچه ایش مرچه ممیزه چی گپ هست؟ این قبیربار یکی سو میره دیگه میره چی گپ هست؟ بیا که برنیم ببینیم بیا که برنیم سایی که ببینیم که میزه چی گپ کتاب فروشی است. خب بیا برنیم دیگه حالا کمینگ ایش ناخته نیست؟ یه مامسایی مو نیست؟ خودت لالا افغان خو نیستی؟ شما افغانی گپ میزنین؟ شما افغان هستین؟ تو قینچو، لالا قینچو نیستی تو؟ کتاب فروش که بودی در افغانستان یک وقت. آه ده 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 پلو باغ عمومی شناختی ما را، من بچه کاکا سخیستم ما بچه غلام داد شناختی؟ خواه آه اونمو بچه هستیم که ازت کتاب میخرید. چقدر کتاب میخریدیم؟ آه کتاب میخریدیم چقدر کتاب دوست داریم؟ چقدر به کتاب ارزش میتیم؟ چطور است رسی کاربارت اینجا؟ چطور باز هم کتاب کار کتاب شروع کردی دیجا؟ هیچ نکو پرسان، بسیار خوب. این مردم اقا بسیار خوب مردم هستن، یک کتاب دوست مردم، یک زندگیشان شده کتاب. کتاب عشقشان است. این دمیجا میفهمی برنامه برگزار میشه و چیزها برگزار میشه. ما به خوشحال نیستیم که کتاب ما فروختیم. میفهمی امروز 200 جلد کتاب فروختیم. به خوشحال نیستم. ما به خوش هستم که مردم اینقدر دوست دارن کتابه، اینقدر به کتاب علاقه دارن که میگیرن. ما یعنی نمی آرزویم هست و دارم میباشه که یک بار در افغانستان یک نمایش اجرا شود از کتاب، یک مردم پیدا شود که اینمی کتاب بخره، دوست داشته باشه، ارزش بتن برش، ارزش بتن برش. آفرین، این خودت میفهمی. بگیری امروز ما خوشحال است. بگیری ما با شما یک کتاب بسیار نه ما کتاب نمیگیریم، میخریم خو نمیگیریم. نه دیگه امروز ما خوش هستیم که کتاب مردم قدر کتاب خریده. ما ایرا برتان مفت میدیم. خب آی از طرف ما تحفه باشه برتان. سعیس با ما کدام امر خدمت باشه امر کدام میجه زنده باشه تگا خی میریم با اجازه خدا حافظ بگم خدا حافظ ای چه کبی اکل ای چه قلاوده است با خدا بجاید نبودم خنده میکردم ای چه قلاوده کتاب نفرشه لیاز هم سایداری آن دیولی نباشه ایرمان میگیر موسی من داست نه نکو بابا کشور خارج از گمش کو ببینه با کتاب زیاد ارزش میتن ناخ موتور رو مزمیجه نکشن خیلی کتاب موسی من دازم
امروز والا بسیار کتاب فروختم. ما برم که بچه ما برم متوجه باش، ما برم یه چیز کنم دیگه، کتاب بیارم که بسیار کتاب فروختم امروز. خوش است. نام خدا، نام خدا. بسیار اجرای تئاتر خوب بود. آه مثبت زیاد داشته ای اجرا. آه بله بله بسیار خوب بود. بسیار بشینین بشینین دیگه که معلومات ما زنده باشین. بره بره دیگه بخش چیگپاست. بره بزرگترین کتاب فروشی دنیا میخوایم از اونا نام بگیرم که کجاها هست و چی نام داره. بله هر کسی که در کشور کانادا باشه و در شهر تورنتو کانادا باشه و از سرک ادوارد، یک سرکشان به نام ادوارد است، عبور کرده باشه و اونجا عبور مرور داشته باشه، یک تابلوی بسیار کلان هست اونجا به نام بزرگترین کتاب فروشی جهان. بله بله توجه همگی رو به خود جلب میکنه این کتاب فروشی. اما بر اساس سایت گینس، زمان یک فروشگاه خواست که کتاب فروشی درست بکنه در سال 1980 توسط برادران کل، سه تا از برادرها بود که با سازی سالن بالینگ ایجاد شد. یک سالن بود به خاطر ورزش بالینگ. اینا تصمیم گرفتن که این ورزش لغو کنن، کتاب فروشی کنن به جایش که بی‌رقیب هم شد. بعد از چند وقتی که کتاب فروشی رو ساختن، چون فضای بسیار کلان داشت، کتابای بسیار زیاد داشت، با بزرگترین کتاب فروشی در همون کشور لقب گرفت. اما کتاب ریکارد گینس شعبه اصلی کتاب فروشی بارنز اند نوبل، نام یک کتاب فروشی است، بارنز اند نوبل در نیویورک است. با بیش از 14,000 متر مربع مساحت و 20,000 متر فضای قفسه کتاب. یک کتاب فروشی دیگه هست به نام استرند در نیویورک با بیش از 5,000 متر مربع مساحت و نزدیک به 29,000 متر قفسه کتاب. بله. و کتاب پاول در پورتلند است که با بیش از 6,300 متر مربع مساحت و 1,000,000 جلد کتاب. 1,000,000 جلد کتاب. دارن اموجه هست. اموجه هست به خاطر فروش است. قیمت ترین کتاب هایی که در دنیا به ثبت رسیده، اولینش کتاب رساله درختان میوه هست. ما از همکارم میخوایم که تصویرش هم در اینجا پخش بکنن. همین کتاب است. بسیار قدیمی هست. یعنی بسیار با قیمت بالا رفت. اینا ما معلومات شده. با قیمت بسیار گزاف. دقیقاً. عابد صاحب، همین تصویری که ما میبینیم در روی صفحه تلویزیون ما. بله. کتاب خطی قرن 18 فرانسوی است که توسط هنری لوئیس نوشته شده. بله. و شامل 5 جلد است که با تصویرسازی های دقیق پر شده. این نسخه دست نویس در سال 2006 با قیمت 4.5 میلیون دلار فروخته شد. اما کتاب دومی را که میخوایم به خوانش بگیرم، معلوماتش را، کتاب گوتنبرگ است. اولین نسخه کتاب است که با چاپ سربی نوشته شده، با سرب. یوهاینز گوتنبرگ نویسندهش است که همین کتاب چاپ کرده. گوتنبرگ. کتاب گوتنبرگ با وجود تولید بسیار زیادی که شده بود، هنوز فوق‌العاده کمیاب و با ارزش است که از قیمت 5.4 میلیون دلاری مشخص است دیگه چقدر کمیاب و با ارزش است. فی کتاب هر کتابش 5.4 میلیون دلار. فقط 48 نسخه اصلیش در سال 1450 چاپ شد. همین کتاب عابد صاحب در سال 1978 یک کتاب فروشی کلان در کشور ژاپن بود که خریداری کرد و نام همین کتاب فروشی در کتاب گینه ثبت شد. بسیار قیمت گزاف پرداخت کرد. اما سومین کتابی که میخوایم معرفی بکنم، برگ اول کمدی تاریخ و تراژدی است. یک نام دوربدراز داشت. مجموعه نمایشنامه های ویلیام شکسپیر است که یکی از بهترین گنجینه های ادبی در تاریخ ثبت شده. از 750 نسخه ای که 7 سال بعد از مرگ شکسپیر در سال 1623 منتشر شد، تنها 228 نسخه باقی مانده. بله. 750 نسخه چاپ شد، 228 نسخه هنوز هم باقی مانده. باقی مانده که تازه چاپ نشده. به خاطر فروش است. خوب. چاپ شده به فروش مانده. به فروش مانده. پل آلن بنیانگذار مایکروسافت یکی از آنها را در حراجی سال 2001 به قیمت 6.5 میلیون دلار خرید. یک دانه از این کتاب 6.5 میلیون دلار، 6.5 میلیون دلار شد. آه 6.5. یک دانه از کتاباش خرید. پل آلن. آه عجیب است والا. یعنی این نشان میده که به کتاب هر چقدر که ما مصرف بکنیم ارزشش داره. خوبیش ای است که ما چیزهای جدید را یاد میگیریم، زندگی ما را
رو به پیشرفت انتقال بله. به متوجه باشین که اگر ما شما چون اقتصاد ما خراب است، اقتصاد ما ضعیف است، خیر است. خوب کتاب برای کتاب مطالعه کردن وقت پیدا کنید. بله. طرف شو امی که مثلا ما شما در موبایل مصروف می باشیم، اما موبایل او صبحانین یک کتاب بگیرین مطالعه کنین. مطالعه می رسانه انسان، مطالعه ذهن آرام میکنه، مطالعه مغز روش میده. وقت ما تکمیل شده. دوست عزیز این بود برنامه. معلومات کتاب بسیار زیاده، اما وقت برنامه کوتاه است، باید وقفه را اعلان کنیم. دوست عزیز یک وقفه کوتاه داریم. یا دوبار بن کرم د سین غاړې ګلونا، یا دوبار بن کرم د سین غاړې ګلونا، چې باغ می جوړ شو رانه یوړو سیلابونا، یا چې باغ می جوړ شو رانه یوړو سیلابونا، یا ته د سین پورې زلاورې دلبر څله راته ګورې، یا ته د سین پورې زلاورې دلبر څله راته ګورې، یا زلفان جاله کړه دواړه زلفې تنابونه، یا دوبار بن کرم د سین غاړې ګلونه، یا دوبار بن کرم کتاب د ارمونیا میدنه تو خندل میکړي. ما کدام وقتی که کتاب مطالعه کنم که با بلند آواز نخانمش، آفرین، با بلند آواز هیچ ما رمضان هم ایتمی تو امیر کتاب با بلند آواز میخانم. ای او کتاب هایی که پیشید برده بودیم نی؟ نه نه باش 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 امی تو هر وقت داد دانه کتاب، بیز بیز دانه کتاب، سی دانه کتاب میخری. ای اولادت کلش باسواد است، فامیلت کلش باسواد است، مادرت باسواد، پدر باسواد، اولاد باسواد، کاکا باسواد، بچی کاکا باسواد، اینی کلی تان مطالعه میکنین؟ از کتاب، از برکت کتاب، زندگی ما جور شد از برکت کتاب، دکان ما میچلا فهمیدی؟ دکانتان از برکت؟ یعنی تو رو یعنی ارد سلام خوب است جان جور سیاد داری کاکا از کاکا اینو اینو یعنی ارد و بیس بیس دانه کتاب میخره. آه کاکا اینو ما گفتم خودم خاطر چی میخره. سلامت باشی بخیر، در خدمت هستم، در خدمت، در خدمت، هر چم را خدمت باشه برادر، در خدمت هست. ما از پیسه گرفته تا آر تا روغان تا چای تا بوره برادر، در خدمت هست. اندیواله هست. ما روز که بخاطر کتاب خریدن دریشی میکنیم. ما یک نفر گفت که تا که دریشی نداشته باشه کتاب نمیده نفرک. خود تو را گفت فهمیده صاحب کتاب. فهمیدی آره؟ اون یک کتاب برای ما دادی خود که نامش خاندی؟ گفتی که کتاب بنامی کتاب بخان عقل من میشی. گفتی که این کتاب بنامی میلی سر کوس. چهار تا دانشمند ما که پان شد هفته دیگه بالا میشه نمکی باره میبینه. اونم خلاص شد. اونم خلاص شد. او یک کتاب دیگه دادی؟ این سنف از یلندگر خانه. نوشتی معلمی مسکینی پوزمایده کی بود، نوشتی معلمی مسکینی پوزمایده کی بود، اون رو میگم وام خلاص شد. او کتابی که مثلا یا کتاب دیگه بود نی، یا کتاب دیگه جور کرده بودیم، یا کتاب داشتی منی بنام چیز بنام من کشور را می سازم، من کشور را می سازم، اون رو خواندی؟ ما مور ساختیم که دادی قدر چیزا ساختیم، چپ ساختیم، برگر ساختیم، فهمیدی؟ صافه چی بگه چی بگه؟ از درو ساختیم. یعنی کشور را نساختی؟ برگر ساختیم، چپ ساختیم، دبایینی چپ ساختیم، دبایینی ورقش، دبایینی ورقش، چپ ساختیم. هر دفعه که تو کتاب میخری ده دانه، پانزده دانه، تو چپس فروشی داری؟ چپ سودا میکنیم، فهمیدی؟ برگر، گربر رو سودا میکنیم، فهمیدی؟ گربر. چپ سودا گربر باز. او یک کتابی دیگه ندادی؟ از دشمن یک اشاره از ما به فرق دویدن. ال دیگه کتاب نمیتی؟ نه، کتابی نیست که خانه خراب دانت بکسی مکتب واری واس مانده خانه خراب خانده میکنی علی کتاب میتی نمیدی بریبا؟ نه کتاب ها رو نمفروشم سر. این کتاب هایی نیست که چپس سودا شوه، این کتاب هایی نیست که برگر سودا شوه، این کتاب هایی نیست که پکوره سودا شوه، این کتاب هایی هست که این کتاب هر کس بخانه کشور خود می سازه، هر کسی کتاب رو مطالعه کنه بابا احساس وطن پرستی زیاد میشه، هر کسی کتاب رو بخانه وجدانش بیدار میشه، هر کسی کتاب رو بخانه این بنامه هست وجدان را وجدان بیدار میشه. چاربایدی میخانی ها؟ تو گناه دیستان میدی؟ شاربایدی میخانی خواه؟
دیوانه شدی؟ ما میریم در جای دیگه میگیریم. خانه خراره. برو. ببوریم کو کدام کو؟ ببوریم کو کدام کو؟ امان کوی که چپ لغ زیاد داره بله. ببوریم دشت کدام دشت؟ ببوریم دشت کدام دشت؟ دوستای عزیز خوش آمدین باز به برنامه امشب. موضوع برنامه ما کتاب خریدن بود. کتاب بخرین، کتاب بخرین، مگر به خاطر ازی نخرین که سر زور بر خاطر چپ فروختن یا به خاطر نخود فروختن یا به خاطر پکوڑه فروختن یا به خاطر سمبوسه فروختن، نه، به خاطر مطالعه بخرین، به خاطر مطالعه اولادتان بخرین، به خاطر مطالعه خودتان ذهنتان تمرین بسازین. یا کسی ورزش میکنه که اندام خود جور کنه، یا کسی ورزش میکنه که اندامش جور شوه، ذهن با چی جور میکنین؟ مغز با چی جور میکنین؟ مغز با چی جور میکنین؟ مغز با مطالعه جور میشه. چقدر مطالعه کنین مغز اما قدر تمرین میکنه، اما ورزش میکنه، اما قدر بیادر قند ما توانمر میشه. حالا وقتش رسیده که بریم نظریات هموطنان ما رو یک جا با هم ببینیم. همکار ما به سطح شهر رفته بود، نظریات را جمع آوری کرده. اگر موافق هستی یک جا با هم ببینیم. میبینیمش. سلام، وقتتون بخیر. علیکم سلام، همچنان از شما هم بخیر. میشه خودم معرفی کنم؟ محمد فهیم هستم، از ولایت کاپیسا، باشنده کابل. اسمم محمد زمیر است، از ولایت کاپیسا، ولسوالی میترم. محمد ساحل هستم، قریشی تخالص میکنم، باشنده کابل. اسمم نور محمد احدی، باشنده فیلی ولایت کابل هستم. مصروف چه کار بار هستم؟ محصل هستم دارالعلوم عالی عربی کابل. محصل هستم، آمادگی به کنکور میگیریم. فعلا در یک از نمایشگاه شهر کابل کتابخانه مسئول است. رئیس یکی از کتابخانه های بزرگ شهر کابل هستم. تا بال چند جلد کتاب خریدی خودت؟ تقریبا 35 جلد خریدیم. کتاب زیاد خواندیم و فعلا نمیزه در کتابخانه ثبت نام کردیم و قانون همیست که کتاب همیزه میخوانی نمیخرید. الحمدلله دوست قدیمی از کتاب در حدود 50 الی 60 جلد خریده باشه. چون همه کاربارم سرکار ممنوع کتاب هستن، بیشتر از 15 جلد کتاب در نوری شخصی فعلا دارم در خانه، کور شخصی مطالعه میکنم. قیمت‌ترین کتاب خریدی چند بوده؟ 7500 روپیه لایست. قیمت‌ترین کتاب فعلا 500 خریدیم. قیمت‌ترین کتاب 8500 افغانی غالبا بود. والا کتابای ما خو کتابای زیاد گرفتیم، خو در حدود 15000 افغانی یک کتاب گرفتیم و یک کتاب دیگه است که 18000 افغانی او را خریداری کردیم. به نظر خود چرا بیشتر کتاب در روی سرک فروخته میشه اما بود در داخل دکان ها فروخته میشه؟ دکان مثل دکان شیک و دکان اصری. به خاطر اینکه بعضی کسا کتابخانه رو دیده میباشه، بعضی کسا دیده نمیباشه، به خاطر میکشن طلب سرکا با کتابا رو که طفلم ببینه، خوردم کلام ببینه بخرن. چون متاسفانه بنابر مشکلات اما انگیزه درس خواندن به دوست عزیز نیست و کتاب یک چیزی شده ناچیز. دو مفهومگه با افاده میکنه. یکی از که نمایشگاه های را ایجاد میکنن، او را در روی سرک مثلا فروخته میشه، از او خاطر نمایشگاه را در ایجاد میکنن، جای باز است، فضای باز است، به او خاطر که مردم زیادتر دید و بازیشان از کتاب باز باشه. و دوم، ارزش مادی کتاب پایانتر شده نسبتا. مردم میخواهند که زیادتر در همه جای عمومی زیادتر بتانند که اون فروشات خود عرض بکنند، مردم زیادتر ببینه، اما بازاریابی خود در اوجه. به خاطر از اینکه ترویج فرهنگ مطالعه نیست، مردم توجه به کتاب نمیکنند. به می اساس از در سر سرک و در کراچی هم در وضعیت بسیار خرابی هستند کتاب. ما چگونه میتونیم که اطفال خود تشویق بکنیم مختار کتاب خواندن، یا از کدام طریق میتونیم اونا رو تشویق بکنیم؟ ما وقتی که طفل خود تشویق میکنیم، می صنفایی که اعدادی شروع میشه میبرمشان در داخل سن میمانیم که از دکات تعلیم بگیره، دیگه شاگردار از شستنشان و خستنشان بعد از کتاب کتابچه برشان میگیریم و تعلیم میتونیم که درس بخونیم. بعد از او قلم و کتابچه و با اسکیل و موتر اگام چیز برشان واده میکنیم که تا یا تشویق به درس شوند. اولین کار خود ماست که ما باید در خانه ترویج کتاب خواندن ترویج بدیم، رسمش خود ما بخوانیم، بعد از او بتونیم بریا یک الگو شویم و یک راهکار اگر ما را دیده بتونن درس بخونیم. این بهترین کار است. اگر مثلا یک پروگرام در بارشان بگیریم که کدام کتاب که تو خلاص کردی، اینی جایزه، اینی تارگیت، اینی هدف بر تو، ما مقاید میسازم، او تشویق میشه.
تشویق میشه. اما تو فرهنگ کتابخانی کتابخانه هم تو رشد پیدا میکنه نزد اطفال حتی تا کهنسالی. هر وقت کلانای رئیس فامیل و بزرگان فامیل هم مطالعه داشته باشن، اطفال خود به خود تشویق میشن. یاد خدا و با عرض سلام بینندگان عزیز، خیلی خوش آمدین. میرویس عمری هستم از ولایت بادغیز. موضوع برنامه امشب ما روی فروش کتاب و فرهنگ مطالعه در این ولایت هست. بسیار تشکر از وقت گذاشتید. معرفی بودیم زنده باشیم. تشکر. جمعگل محمدی هم یک تن از کتاب فروشان ولایت بادغیز. بسیار تشکر از اینکه وقت گذاشتین. چند سال میشه با کتاب سر و کار دارم محمد؟ در حدود 8 سال میشه که من با کتاب و کتاب فروشی سر و کار دارم، چه کتاب فروشی دارم. اگر یک مقایسه داشته باشیم امسال نسبت به سالهای گذشته، خیلی هم دور نمیاریم سال 1400، چی فکر میکنیم حالا فروش کتاب چگونه هست با عنوان یک کتاب خانه‌دار یا کتاب فروش؟ امسال افزایش دارین، کاهش دارین میخرید فروش کتاب؟ سال 1400 خب خیر، 1401 را اگر ما مقایسه کنیم کتاب فروشی خیلی کم شده، کسی کتاب مطالعه نمی کنه، زیاد استفاده ندارن دیگه، خیلی کم شده. ولی زیادتر حالا مشتری شما از کدوم طبقه زیادتر تشکیل میده؟ اوناست هست یا زکور؟ زیادتر مشتری ما اوناست، زکور باشید. چرا زکور اوناست کمتر شده نسبت به سال گذشته؟ می رقم بودی حالا می رقم؟ حالا کم شده از زکور اچه اوناس، به خاطر از اینکه بالاتر از صنف ششم بسته مکاتب، بله مکاتب بسته، از اون خاطر کم بود. محمد است، زیادتر افرادی که به کتابخانه مراجعه میکنن برای از اینکه کتاب خریداری کنن، تعداد که هستن حالا کاش رفته گفته شما، بین کدام سنین هستن؟ زیادتر کسایی که اینجا مراجعه میکنه که کتاب لازم داره به سنهای از 14-15 و بالا تا 30-35، یعنی از او به 35 و بالاتر کسی کتاب مطالعه نمیکنه یا نمیخره. در بادغیز نسبت به دیگر ولایات خیلی کم جوان ها رو بیارن به کتاب. بله، به بادغیز جوان ها خیلی، ما کسی که شوق علاقه مطالعه داشته باشه خیلی کمه. حالا که بیخی زیاد کم شده، کسی تا جای فیسبوک باشه به صفحات اجتماعی مراجعه کنم کتاب کسی نمیخونه. چی تعداد کتاب فروشی در شهر قلعه‌نو هست؟ از این تعداد که هست حالا در گذشته زیاد بوده حالا زیاد شده؟ کتاب فروشی به شهر قلعه‌نو در حدود 4 یا 5 تا هست، کم شده به حساب سابق. به همین جاده 3-4 کتاب فروشی دیگه بود که اونا بعد از این تعول بسته کردن، دیگه کم شده کتاب فروشی. ای که پیام شما چی هست؟ جوان ها مطالعه بکنن، اگر مطالعه نکنن چی میشه؟ خب مطالعه خوبه، کتابخانه فایده های زیادی داره. اگر فرق بین کسی که مطالعه میکنه نمیکنه چی هست؟ فرق بین عوام و کسی مطالعه میکنه خب فرق های زیاد داره، مطالعه فایده داره در کل. شکر شما از اینکه وقت گذاشته. این اسلامی سب دوستا هستن که مثلا کتاب میخرن و با کتاب خریدن علاقه دارن و با مطالعه علاقه دارن. دل ما جمع شد، دل ما جمع شد. اینا الان بسیاری دوستایی که مثلا امو کتاب علاقه خود باید بخرن، کدام؟ بسیار ببخشید اسلامی سب، خدا خیر و برکت. امو کتاب وطنی شیش دیابت صاحب بسر کاوچه. اصلا بوته منیز پایه منو چسکو. وقت برنامه ما خلاص شده عابد صاحب، اگر خداحافظی میکنی با بیننده ما کمره در اختیارت. دوستای عزیز، برنامه امشب دیدین، خدا کنه که خوشتان آمده باشه. تا برنامه آینده تک تک تانه به خداوند کریم و رحیم میسپارم. تا شبهای بعد، خدا نگهدارتان.